شما بینندگان و شنوندگان عزیز، من حسن زهتاب هستم، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از برنامه های میزیگرد جمهوری خواهی که از تلویزیون رنگین کمان پخش میشه. برنامه امشب رو اختصاص دادیم به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که شمارش آرا همچنان ادامه داره، نتیجه قطعی هم رو اعلام نشده. نتیجه انتخابات و تأثیرات اون بر خود کشور آمریکا، مردم در آمریکا و در این حال تأثیراتی که در عرصه بین المللی میتونه داشته باشه مروری میکنیم با اینها، با دو تن از دوستان عزیزی که در آمریکا ساکن هستن، آقایان مهدی امینی که در واشنگتن ساکن هستن، فعال سیاسی جمهوری خواه، و دوست دیگر ما که آقای گودرز اقتداری هستن، قرار است در این برنامه شرکت کنن، منتها در پورتلند زندگی میکنن در آمریکا و گویا الان اونجا به راه بندان اینا برخورد کردن، امیدواریم که بتونن در حال به این برنامه برسن شرکت. در حال ما برنامه را شروع میکنیم در خدمت آقای امینی و اون چیزی که تا کنون هست، نتیجه انتخابات گفتیم اعلام نشده، شمارش آرا ادامه داره و فعلا در هر حال در چنین وضعیتی هستیم. من بیش از این صحبت نمی کنم از آقای امینی که میگم اونجا هم به لحاظ میدانی در خود آمریکا در وسط اون بحران اونجا هستن و در این حال مجموعه مسائل انتخابات رو دنبال کردن، خواهش می‌کنم که وضعیت رو در آمریکا در حال حاضر با توجه به نتایج بسیار رقابت بسیار نزدیکی که جریان داره به دو کاندیدا تشریف بفرمایید. سلام، با تشکر از مجریان برنامه و بینندگان این برنامه و تشکر از این که به من این افتخار رو دادین که امروز در این برنامه شما شرکت کنم. اتفاقات دیروز، انتخابات دیروز را تا اونجایی که واقعا میتونم توضیح بدم. البته همونطورم که قبل از آغاز این برنامه با جناب زهتاب گفتم، ما هنوز واقعا گیجیم که چرا با این همه اتفاقاتی که در آمریکا اومده در این 4 سال گذشته، اینقدر انتخابات بین آقای بایدن و ترامپ نزدیک هستش و خیلی از متخصصین واقعا تمام آمارها چه از جناح راست و چه ناحی از مثلا لیبرال یا کنسرواتیو، همشون آمارهایی که میدادن دال بر این بودش که آقای بایدن پیروز قاطع این انتخابات خواهد شد. متأسفانه تا الان که خیلی آمارها نزدیک هست، در اصل به هر حال همونطور که بینندگان شما میبینن میدونن، به هر حال هر کاندیدایی بایستی 270 تا الکترال ووت بیاره که پیروز انتخابات میشه و تا این لحظه که من این برنامه رو داریم، جناب آقای جو بایدن 238 رأی داره و ترامپ 213 تا. به هر حال همونطوری که گفتم 270 تا احتیاج دارن که به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشن و الان 6 تا ایالت ها هستش که هنوز رأی گیری ها شمارده نشده و تو این کشور دو نوع میتونن رای بدن، یا حضوری یا از طریق فرستادن اون فرم انتخاباتی، و الان فعلا در حال شماردن اون رای های که از طریق پست ارسال میشده و به حال 5-6 تا ایالت هستن که خیلی رای ها بین این دو نزدیک هست، به جز آخرین چیزی که من دیدم پنسیلوانیا بود که نسبتاً فاصله ای که جناب آقای ترامپ داره بیشتر، حدود 6-7% بیشتر از بایدن رای داد، فعلا رای داره، ولی هنوز بسیاری از مناطق که میگن طرفداران به اصطلاح حزب دموکرات هستن را قرائت نکردن، نشمردن و احتمال میبینن که ممکنه که این ایالت هم برگرده به طرف حزب دموکرات.
خیلی ممنون. آیا همین همچه که شما فرمودین، منم دنبال میکردم تا یه حدود مسائل رو، تمام آمارها، تمام پیشبینیها یا میگفت در حقیقت نظرسنجیهایی کرده بودن نشون از این داشت که آقای بایدن پیروز انتخابات خواهد بود. البته در همون دوره هم برخی این اعلام میکردن که پیروز خواهد شد، ولی شب اول انتخابات چون رأیایی که داده شده حضوری ها، رأی حضوری مربوط به بیشتر ترامپ، طرفداران ترامپ هستن و اون اساسا رأی پستی رو قبول نداشته و میگه اگه رأی پستی تقلب بشه اینا، بیشتر رأی پستی مربوط به دموکرات هاست، شب اول رأی ترامپ بیشتر خواهد بود و بعد از اون رأی پستی شمرده میشه. حالا یک بخشی از مسئله است که عملا هم داره اینجوری پیش میره به طور عملی، منتها با این وضع خیلی انتظار بیشتر بود که در بعضی از اون ایالت ها بایدن رأی بیشتری می آورد، حتی رأی اونایی که رأی پستی هم نبود. خب اینجوری نشده. حالا سوال اینجوری است که واقعا با توجه به اینکه شما فرمودین که با توجه به اتفاقاتی که در آمریکا افتاده، ولی با این وضع ملت میرن به آقای ترامپ رأی میدن، این از نظر شما چه عواملی هست؟ چون ما که در خارج از آمریکا هستیم، بیرون از آمریکا هستیم، یک سری اثرات چیزای بین المللی ترامپ رو می‌بینیم، ولی در درون خود جامعه آمریکا، اقشار طبقاتی که اونجا هستن، این چه عمل کرده داشته؟ من فقط در پرانتز بگم چیزی که من دنبال می‌کردم و از دوستان، از دوستانی مثل شما هم شنیده بودم و خب مفصلین دیگه میگفتن که به لحاظ اقتصادی قبل از مسئله کرونا، به لحاظ اقتصادی واقعا کار کرد داشته سیاست ترامپ. اینکه میخواستم نظر شما بدونم که واقعا چه چیزی باعث میشه که این اختلاف اساسی سیاست بین ترامپ و میشه گفت که در حال حاضر ترامپ و بایدن بخوایم بگیم یا دموکرات، چی هست که این شکاف این گونه رو به وجود در جامعه آمریکا؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، یک اتفاق نادری که واقعا امسال اتفاق افتاد این که تا روز قبل از انتخابات، یعنی تا روز قبل از روز رسمی انتخابات که سه‌شنبه روز بود، نزدیک 100 میلیون نفر شرکت کردند در انتخابات و این چیزی حدود 70% کل کسانی که در سال 2016 رای داده بودند و خیلی چیز عجیب غریبی بود. ولی مثلا من خودم که رفته بودم در صف وایستم که رای بدم، قبلش حدود 2 ساعت تو صف وایستاده بودم و در خیلی از شهرها مثل جورجیا و جاهای دیگه حدود 8 ساعت مردم توی صف وایستاده بودن که برن رای بدن. و خب این امید بودش که کسانی هم که زودتر میرن رای میدن، خب عمدتاً به آقای بایدن رای میدن و خب چون مسئله کرونا الان مسئله چیزه، به حال مثلا حد فاصله و اینام رعایت میشد، ماسک و اینام بود و به حال در روز انتخابات و بیشتر کسانی که به حال طرفداران آقای ترامپ هستن چیز کنن. واقعا آدم من نمیتونم بگم، چون الان تفاوت رای پاپولار این دو چیزی حدود 2.5 میلیون آقای ترامپ، آقای بایدن بیشتر از آقای بایدن بیشتر از ترامپ رای داره، یعنی یه چیزی حدود 60 الان بیشتر شده، آقای بایدن 70 میلیون رای داره و ترامپ چیزی حدود 67.5 میلیون. و واقعا من تعجب میکنم چجوری تونسته با این شرایط عجیبی که توی سیاست آمریکا ایشون درست کرده که هر روز واقعا یک صحبتای عجیب و غریب از خودش مطرح میکنه و حمایت از نجات پرستان میکنه یا حمله مسخره به هر کسی که مخالفش هست میکنه، اصلا سیاست آمریکا رو به مسخره کشیده. واقعا من تعجب میکنم که با این خرابکاری هایی که در وضعیت کرونا انجام داده که میگن الان این به حال آمریکا از لحاظ وضعیت مریض ها و کشته ها از تمام دنیا بیشتر آمارش هست، واقعا تعجب میکنم که چجوری
تونسته که تا این لحظه اینقدر نزدیک توی این انتخابات پیش بره و متخصصین هم اینجا که بالاخره کار زندگیشون در این مورد هست هم گیج شدن، واقعا نمیدونن که چطور اینطوری شده با وجود اینکه تمام آمارها دال بش میان چیز دیگه ای بود عملا اتفاق نیفت. یعنی که بخوام خدمت شما بگم یه واقعیت وجود داره، در هر حال رای دهندگان رفتن به ترامپ رای دادن، یه عده زیادی همین طرفدارانش که میگی، منتها مفسرین یا تحلیلگران واقعا مشکل دارن تحلیل کنن که اینها از کجا اومده این رأی ها. منظورم اینه که اون واقعیت بیرون وجود داره، ما این داستان رو بخوایم بسار بزنیم در کشور خودمون هم شاهدش بودیم. آقای احمدی نژاد وقتی اومد با اون شعارهای پاپولیستی که مطرح میکرد که به مردم میخواد چی بده چی میکنم چی نمیکنم، خب رأی آوردی بخش زیادی، یعنی در دور دوم تقلب گفتن شد ولی دور اول خب رأی بود، دور دومش هم بالاخره رأی آوردو این مقداریش 16 میلیون حداقل بهش رأی داده بودن. اینه که در اینجا هم آقای ترامپ دور اول که اومد که هیلاری کلینتون رو در حقیقت شکست داد خب خیلی تعجب آور بود، ولی بعد گفته شد که در دوره خودش همون قولایی رو که داده بود که ما میباید کارخونه ها رو راه اندازی کنیم در آمریکا، سرمایه گذاری در خارج از آمریکا رو جلوش باید بگیرم، سرمایه گذاری در آمریکا بشه، در حقیقت ما در درجه اول خود آمریکا باید مورد توجه ما باشه، از مسائل بین المللی خودش کشید بیرون در آمریکا و تا اونجایی که تمام چیزایی که من دنبال کردم نشون میده که بیکاری در آمریکا کمتر شد، وضعیت اقتصادی در آمریکا بهتر شد، ولی همونجوری که شما فرمودین روشنفکرها یک بخش الیت جامعه و مجموعه نیروهایی که به یک چیز فراتر از این یا در حقیقت سیاست رو فقط در این که اون چیز کوچیک اون بخش اقتصادی ببینن نیست، بلکه در این مجموعه خودش همراه با رفاه همراه با دموکراسی همراه با ایکس ایگرگ مجموعه اینها باشه ببینن، در چنین چیزی آقای ترامپ نمی گنجید اصلا، یک شخصیت دیگه. به همین خاطر من فکر کنم شاید هنوزم ما یه خورده مشکل داریم تحلیل بکنیم که چرا طبقه زحمتکش آمریکا میرن عمدتا به ترامپ رأی میدن. به نظر طبقه کارگر منظورم خب، و بابی ساندرز مثلا برنی ساندرز که خودش سوسیالیست هم مینامه و از برنامه آقای بایدن، نه از برنامهش، از بایدن حمایت میکنه که میباید این کار انجام داد، نمیرن به اون رأی بدن. و این پدیده ایست که در همین سوئد هم که من هستم بخش زیادی برای بخشی از حداقل طبقه کارگر زحمت کشش میرن به حزب راست افراطی اینجا رأی میدن. در اونجا به نظر من تحلیل این مسئله خیلی اهمیت داره، به خصوص در آمریکا، که چرا چنین پدیده‌ای به این شکم که شما میفرمایید به وجود اومد. ببینید دو گروه عمده تو آمریکا هستن که اینا طرفداران پروپاگورس حزب جمهوری خواهان هستن و کسانی هستن که خیلی معتقدن که بس سر رای دادن اینا فعال هستن. یکی سالمندا هستن که عمدتا برای همین توی فلوریدا هم تونست ببنده، چون اونجا به حال یه مرکز مال سالمنده سنین بالا هستش. یکی جامعه قشر پایین جامعه، کسانی که در جنوب آمریکا شرکت دارن بهش میگن سفیدان کم تحصیل کرده، اینجا بهشون میگن. اینها خیلی طرفداران جدی حزب، حالا حزب در این مورد، چون واقعا آقای ترامپ رو نمیشه با حزب یکیش کرد، چون اون اصلا حزب خودش هم در اصل قبول نداره، اونا آمدن طرف آقای ترامپ، خیلی با سیاداش هم اگه مخالف باشن، ولی چون به حال خودش رو معرف اون حزب میدونه و برای اینکه موقعیت خودشون رو از دست ندن، خب میرن هر حرفی که اون میزنه رو حمایت میکنن. در مورد وضعیت اقتصادی، ببینید وضعیت اقتصادی که آقای ترامپ از آقای اوباما تحلیل گرفت، وضعیت اقتصادی خیلی خوب بود. یک سری کارهای مالیاتی کرد که البته میگن بیشتر کمک به پولدارا بوده تا ضعفا. میگن بحث اونا میدست که ما اگه مالیات رو برای این شرکت ها
چیز بیشتر بکنیم. خب اونا در عوض میان کار درست میکنن، استخدام میکنن، از این لحاظ میتونه کمک جامعه شه. ولی عملا با داستان کرونا تمام الان وضعیت بیکاری واقعا وحشتناکه. وضعیت که کاری و اینکه یه پولی هم قرار بود بدن به مردم، بهش میگفتن استیمولس چک، یک بار دادن یه چیز حدود 1200 دلار نفری یک بار. بعد دوباره بین کنگره و مثلا سنا دعواست که دوباره میخوام بدن، سر مبلغش با هم دعوا دارن اینا. به هر حال فعلا اوضاع اقتصادی الان خیلی خراب شده، مزاق برامه که وضع کرونا هر روز بدتر و بدتر میشه اینجا مثل اروپا. منتها اینجا هیچ وقت یه دوره خوبی نداشته که بگیم خب خوب بوده. فکر میکنم توی اروپا نسبتا یه مقدار بهتر شده بود، الان دوباره بعد دور دوم این داستان. ولی توی آمریکا همیشه یه نواخت بوده، یعنی همیشه از بعد میرفت بدتر میشه، هیچ وقت یه دوره خوب نداشته که بگیم حالت عادی و اینا. و فکر میکردیم که مسئله کرونا شاید یکی از عمده ترین مسائلی باشه که باعث سقوط دولت ترامپ میشه، که عملا هنوز که احتمالش هنوز هست با توجه به ایالت هایی که الان در انتخابات هنوز رأی‌گیری تمام نشده، از فکرم 6 یا 7 ایالت هستن که در 5 داش آقای بایدن خیلی با درجه کمی، البته فاصله کمی بالاتره، و در 2 ایالت پنسیلوانیا و جورجیا، این 2 فعلا جلوه. ولی که بله، این خب به حال جورجیا رو معمولا هم که معمولا به حزب جمهوری خواه رای میدن، ایالت های جنوبی عمدتا به اون رای میدن، که حالا اگر ولتی میگن که شاید بتونن اون بخش هایی که اون محله هایی که هنوز آرایشون رو نخوندن شاید این یه برعکس بشه. همونطور که فرمودین، یکی از چیزی که من دنبال میکردم آریزونا یکی از مناطقی که معمولا به جمهوری خواه رای میداد و تو این دور الانه اونجا که هنوز البته طرف شما بس که اعلام کردن رسما در سوئد هنوز محتاطن، گفتن 2/3 در حقیقت 1-2% آرا مونده، باید اونم مطمئن بشیم چون چی نشه، اعلام نکردن که رای از بایدنه، ولی در هر حال اونجا بایدن رای آورده. باز مصاحبه هایی که میشه، صحبت هایی که میکنن گزارشگرای سوئدی، یکی از دلایل همین میگن که این مسئله اگر کرونا نیامده بود و انتخابات میشد احتمال زیاد ترامپ رأی میبرد اینجا، ولی این کرونا که اومد وضعیت اقتصادی رو خراب کرد، بسیار از خانواده ها بیکاری زیاد شده، اینطوری شده و مسائل دیگه. یه نکته دیگه هم میگفتن که مککین بوده ظاهرا، کسی که در اونجا خیلی طرفدار داشته بعد فوت کرد، از ما در چیز قهرمانان جنگ هم کجا بوده ترامینا، بعد از فوتش میگه ترامپ خیلی با این بد بوده یا بد گفته در موردش، و خانومش اونجا در حال طرفدار از خلاصه عوامل مختلفی تاثیر کرده که آریزونا در حال الان آقای بایدن رای بیشتر بود. حالا من سوالم از شما این آیه همینی، مهمترین در حقیقت اختلافی که شما فکر میکنید بین سیاست‌های ترامپ و بایدن میتونه در امور داخلی آمریکا وجود داشته باشه و وجود داره چیه؟ فکر کنم درجه اول شاید مسئله بهداشت باشه. بیمه درمانی. چیزی که زمان اوباما تصویب شد و بایدن گفتش که حالا ما میخوام این رو بهترش کنیم، بکنمش بایدن کیر. اسمش گذاشته بایدن کیر که یه سری کمبودهایی که داره رو. خب به حال آقای ترامپ چیزی که اولین کاری که کرد به موقعی که به قدرت رسید، تمام دستاوردهایی که زمان ترامپ آقای بایدن اوباما یکی گذاشت کنار، خط زد، چه از برجام گرفته، چه البته الان تا الان موفق نبوده که اوباما کیر رو از بین ببره، ولی الان چون مسئله کنگره سنا عالی
دادگاه عالی تعدادشون 6 به 3 به نفع اینها شده، شانسش رو بیشتر کرده که این رو از بین ببره. به هر حال یکی از اساسی ترین مسئله واقعا 20 میلیون نفر هم الان شامل این بیمه هستن، که با این که اگه و ایشون هم هی قول میده که بنده دو هفته دیگه 3 هفته دیگه طرح خیلی بهتری رو میارم، که 4 سال این داستان رو گفته. به نظر من یکی از اساسی ترین اختلافات بین این دو بخش حداقل در درون داخل آمریکا. در مورد چون چیزایی که ما شاهد بودیم در مورد جریانات راست افراطی، نجات پرستی، مسئله زنان دیگه خدمت عرض کنم که از مسائلی که به نظر میرسه که خیلی اهمیت داره همین مسائل در مورد زنان و سقط جنین و این مجموعه مسائلی که رأی زنان بسیار زیاد بوده این دوره به آمریکا به نظر میرسه در حمایت از آقای بایدن، اینا تا چه اندازه اونجا مطرح هست، چگونه هست؟ ببینید ایشون خودش هم گفته که من آدم سیاسی هیچ‌وقت نبودم، بیزنسمن بودم، کاسب کار هر چیزی لغت فارسیش اینا، و واقعا راجع به این مسائل به عنوان یک ایدئولوگ نظر نداشت. یعنی یه دوره ممکن طرفدار سخت جنین هم بود، طرفدار چیزی بود، حالا شده مثلا مسیحی دو آتشه، اون بایبل رو در دست میگیره و از این چیزا. این مسئله که سر زنان هم به حال همون دوره اول انتخابات قبل از دوره انتخابات یک ویدیوی احتمالاً دوستان شاید شنیده باشن یا دیده باشن، صحبتایی که کرده با یه بابایی که مثلا من یه علاقه خاصی به خانم دارم، یه حرف خیلی واقعا زشتی زده بود. من فکر میکردم که این پایان کار ایشونه که عملا نشد. و جالبیش اینه که خیلی از زنان به شکل سابربی کناری رفتن دنبال ایشون، حمایت کردن از ایشون، که البته امیدی که الان در این دوره بود این که بخش از اینهایی که به ترامپ رای میدادن پس، یعنی تلویزیون باهاشون مصاحبه میکنه میگفته که ما اشتباه کردیم، و خیلی از حتی جمهوری خواهانی که البته اونهایی که لزوما الان در قدرت نیستن ولی خب یه ما چیز تو سنا بودن، کنگرس بودن که الان دیگه نیستن، اینا همه رفته بودن پشت بایدن، و میگه همه‌شون میگفتن که ایشون آقای ترامپ یک دیوانه است که کشور رو داره داغون میکنه، ولی عملا که دیدیم که به حال اون قشری که به حال همیشه به اینا رای میدن رفتن. من یه فکری هم که احتمالاً گمانه میزنم، البته فکر می‌کنم یه اشتباه ما در مورد سیاست آمریکا بخوایم گمانه میزنی کنیم، شرکت جوانان در انتخابات، این که جوانان واقعاً نیروی جوان واقعاً اهل سیاست و اینا نبود تا زمان برنی سندرز، و از موقع که ایشون وارد کارزار شده بود خیلی فعال کرده بود جوانا رو. این که ایشون حالا در مرحله اول انتخاباتی شکست خورد یا عقب رفت و اینا، چقدر تونست جوانهایی که آمدن دنبالشو بکشونه به طرف توی انتخابات شرکت کنن، این هنوز معلوم نیست که واقعا چند درصد جوانهایی که میتونن رای بدن رای بدن. بله مهمه، چون در دور گذشته یکی از عللی که باعث شکست کلینتون شد، هیلاری کلینتون شد، همین بود که جوان ها رضایت پیدا نکردن برن رای به هیلاری کلینتون بدن. اینقدر در حقیقت هم تبدیق منفی هم واقعا سیاست هایی داشت اینقدر منفور بود که جوان ها. ولی تو این دور به نظر میرسه که حداقل اون نفرتی که وجود داشت در مورد کلینتون، هیلاری کلینتون در مورد بایدن نبوده، و احتمال داره بخشی از این جوانان رای داده باشن. حالا من شما خوب من میدونم که شما در رابطه مسائل بین المللی هم قبلا کار کردی، کار میکنی و علاقمند هستی. ببین یکی از مسائلی که برای ما ایرانی ها مهمه هم در عرصه بین المللی مسئله مهمه هم در عرصه مسئله ایران، سیاست آمریکا در قبال مجموعه مسائل بین المللی است، از جمله شما به خصوص تو این دور که همین کرونا اومد دلیلی شد برای اینکه چقدر جامعه جهانی توی برخی از زمین‌ها و هرچی بیشتر جلوتر
خیلی از زمین‌ها احتیاج به همکاری و به این همکاری بین‌المللی هست. درست تو همین دور آقای ترامپ از خیلی از این زمین آمد بیرون. این یک بخشه. یک بخش در مورد ایرانه. سیاستی که در مورد ایران پیش رفت. با توجه به این شما فکر میکنین که تا چه اندازه چه تأثیراتی میتونه داشته باشه چه این انتخابات، تغییراتی که به وجود بیاد در این نتیجه انتخاب؟ بفرمایید. ببینیم واقعا، چون من به راحت میگم ترامپ سیاست نداره، یعنی یه روز یه چیزی میگه فرداش ممکنه نظرش عوض بشه، یه کار دیگه بکنه، یه حرف دیگه بزنه. شما مثال مشخصش در مورد کره شمالی، سه بار رفت با اون دیکتاتور اون کشور ملاقات کرد، ایشون شد رفیق جونجونیش و عملا کار به جایی نرسید و فرداش شد دشمن. یعنی واقعا سیاستی نداره که بخواد ادامه داشته باشه. یه روز یه چیزی میگه فرداش ممکنه 180 درجه تغییر بکنه. و الان هم که متخصص میگن که این ملاقات ها، این صحبت ها که بین کره شمالی و آمریکا بوده، نه تنها اون برنامه هسته‌ای کره شمالی رو کم ضعیف نکرده، بلکه به مراتب هم اینا پیشرفت کردن. در مورد ایران من دو تا مثال بزنم تأثیری که برای ایران داره، اینکه آیا بایدن بهتر هست انتخاب بشه یا ترامپ. هر دوشم در اصل به یه نوعی سیاستی است که ترامپ گذاشته بود. یکیش مشخصا در مورد اون قانونی که آمریکا تصویب می‌خواست بکنه که محدود بکنه ورود اتباعی کشورهای مثلا ایران و یه سری کشورهای. خب این ضررش به کی میرسه؟ به دولت ایران، جمهوری اسلامی که نمیرسه، اینو ضررش به مردم ایران که میخوان بیان و برن. این یکی دیگه برنامه ایست که برجام بود که زمان آقای اوباما تصویب شد، ایران و پنج به اضافه یک، و که به هر حال یک محدودیت هایی برای برنامه جمهوری اسلامی گذاشته بودن، میرفتم چیز میکردن، و عملا با این خروج یک جانبه از این برنامه ضرری که زدن واقعا نمیدونم چقدر جبران پذیره، یعنی که بتونن درستش بکنن اینا، که بتونن کنترلی داشته باشن. و الان واقعا چیزی نیستش که ببینید اوضاع، البته میرن هنوز هم میرن، ولی اون کنترلی که قبلش بود، قبل از این موقع که این برجام بود، رو الان از دست دادیم. و عملا با دشمنی آمریکا رو آقای ترامپ با متحدین اروپایش انجام داده، رابطه ای وجود نداره. رابطهش بهتر با همون دیکتاتور کره شمالی و آقای ترامپ پوتینه، و دوست و دشمن رو برعکس کرده، و این ضرر میرسونه، یعنی ضرر به خود آمریکا رو میرسونه، موقعیتش در به حال در اروپا، در دنیا، و به اروپا هم هیچ کمک نمیکنه. و فکر نمیکنم که وجود ترامپ، هیچ بعید نیست که فردا بره ایشون مذاکره کنه با جمهوری اسلامی و همین چه خوب پیش بره، چون سیاست مشخصی نداره. بله، همونطور که شما گفتی، البته بخشی از سیاستش همون که میگین چیز دیگه، مسئله اقتصادیه. یکی بله بازرگانی از بازرگان ممکن نمیشه گفت، یک امر اقتصاد براش و سود مسئله براش اهمیت درجه یک داره. ببینید آیا امینی، الان در این حالی که شما درست میفرمایید که الان توی مفسرین و حتی سیاستمداران اتحادیه اروپا رو که در تلویزیون‌ها اینجا مرتب دارن باشون صحبت میکنن در مورد اینکه خب چگونه هست و بودن ترامپ با بایدن بودن نبودن چه تفاوتی میکنه، ضمن اینکه خیلی با احتیاط صحبت میکنن، ولی همشون متفاوق میگن اصلا روی ترامپ نمیشه حساب بکنن. یعنی روی اینکه چیزی رو، صحبتی رو، تصمیمی رو که میگیره تو نمیتونی با این باشی که فردا آیا همین حرف خواهد بود یا نه چیزی که خواهد بود. دقیقا اعتمادی نسبت به رفتار و کردار و تصامیمش، و این یکی از مسائل بسیار جدی در عرصه کار بین‌المللی هست، در عرصه داخلی هم هست، ولی عرصه کار بین‌المللی و کار نسبت به نیروهای دیگه این خیلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. اون یکی. ولی در این حال شما اگر دقت بکنید، ما یک خطی رو دنبال می‌کنه، حالا اینکه واقعا چقدر سیاست خودش بشه ترتیب هست. در مورد خاورمیانه خب این از جنگ پرهیز کرد،
یک، یعنی یکی از نکات مثبتی که در سیاست های ترامپ دیده می شود و حتی دموکرات ها و اونها و بقیه مردم جهان هم، ما دوستای خودمون که واقعا با تفکرات بسیار ضد آمریکایی یا اینا هم هستن، یکی از نکات مثبت ترامپ رو این می بینن که خب واقعا جنگ را ننداخت، نیروهاش آورد بیرون. یک بحث. ولی در این حال توجه بکنیم اون سیاست که در منطقه خاورمیانه پیش برد، همین چیزی که در حقیقت نزدیکی به اسرائیل رفتن اونجا پایتخت و چیزاست منتقل کردن، پایتخت اونجا اعلام کردن، مجموعه کشورهای عربی رو با اسرائیل نزدیک کردن، حالا یک بخشی از این سیاست این بود که ایران رو تحت فشار قرار بده، یک بخشی از این بود، ولی همه اون مربوط به ایران نبود و به نظر من نیست. بخش زیادیش سیاست‌های دیگه رو دنبال میکنه. مثلا توی تفسیرهایی که میشه دنبال میکنه آدم میبینه بالفرض اون کاری که چین به عنوان رقیب و بزرگ اقتصادی آمریکا الان مطرح است و اون راه بزرگ ابریشم و که راه آبی و زمینی و هوایی است داره راه میندازه و داره پیش میبره، بنادری که در منطقه خاورمیانه در باب المندب در اینجا اونجا در حقیقت چین داره سرمایه گذاری میکنه بگیره، آمریکا یه بخشی از سیاستش تو اینجا ترامپ پیش برده که با جلوی چین رو بگیره، یه بخشش اینه. البته نه برعکس، به نظر من برعکس، اتفاقا چین خیلی جاها تونسته پاشو بیاره توی داستان. یعنی من مثلا توی آفریقا اینا الان کارهایی که دارم میکنم توی اون منطقه خیلی نه چین آورده، نه چین منظورم که اون سیاست چین که اصلا در کل جهانه، در آفریقا، آسیا، سرمایه، ولی ترامپ این چیزی که انجام داد در رابطه با اعراب و اومدن با اون اسرائیل رو نزدیک کردن به اونها و این مجموعه کارهایی که در منطقه پیش بود، یکی از چیزایش سد، یعنی جلوی چین رو سد کردن یا حداقل مشکلی ایجاد کردن، نه اینکه اون سیاست چین سیاست خودش رو پیش میبره. در هر حال اینکه واقعا ته سیاست ترامپ به قول شما سیاستش که جمهوری خواهان آمریکا دارن یا سیاستش که خود ترامپ داره، متوجه این؟ یا کدوم چه چیزی مرکز توجه سیاست ترامپه؟ ببینید اقتصاد در مورد اسرائیل سیاستاشو یکی، یعنی ولی فرقش اینه که آقای ترامپ یه جایی طرفه، یه نفری میخواد بره کارا انجام بده بدون اینکه با حزبش تماس بگیره، صحبت بکنه، نظرخواهی بکنه، یه تغییراتی بده، هر فرد منه. و خب وقتی این کار میکنه حزبم مجبوره که بیاد دنبالش. در مورد اسرائیل فرق میکنه، به اسرائیل به هر دو خیلی، البته حزب دموکرات هم کم طرفدار اسرائیل نیست و حال، ولی بیشتر به نظر من اون بخش اقتصادی بر خودش رو میبینه، نه لزوما اقتصاد کشور. من فکرم بیشتر چون بازاری، حالا بازاری نه بازاری داره لغت درستی باشه، اینا کاسب کار اینا، من فکرم بیشتر اون برش مهم، نه سیاست. در مورد چیز هم، در مورد جنگ هم، بله من یقین دارم که اگر کلینتون، خانم کلینتون انتخاب میشد، جنگ شروع شده، جنگ را میفتاد با ایران. آقای ترامپ نه، دنبال جنگ نیست، ولی یه چیزی تو آمریکا ها یه اصطلاحی هستش میگن اکتوبر سورپرایز، که من بیشتر خودم نگران اون بودم که معمولا زمانهای انتخابات که میرسه، اگر مثلا اون جناح بازنده که در قدرت هست ببینید که مثلا وضعش خرابه، یه اتفاق تو اون ماه میفته، حالا معمولا البته اول اوایل ماهه، که یه رأی بعد. اینم یه مشکل آمریکایی هست، آمریکایی ها خیلی آدمای سیاسی ساده ای هستن و ممکنه با یک اتفاق یهو بره پشت رئیس جمهور، جنگی اتفاق بیفته، یه اتفاق بیفته فوری نظرش ممکنه عوض بشه. آدمای خیلی خوبی هستن ولی پیچیده نیستن در امر سیاست و خیلی راحت میشه تغییر نظر بهشون داد با یه کاری عجیب برید. من نگرانیم سر این بود که چون تمام میگم، تمام مفسران و متخصصه میگوید که آقای
ترامپ این البته این بحث هم سر سال 2016 بود که هی میگفتن کلینتون خانم کلینتون جلوه، ولی خب تفاوت ها مثلا بین 4-5% بود بین کلینتون و آقای ترامپ، در میگفتن بین 10 تا 13% اختلافشون. یعنی این تفاوت این آمار هم قبلا بود ولی خب نزدیک تر بود. من بیشتر نگران اون جمعش بودم یه اتفاق به را بندازه که یه اون دیگه انتخابات معلوم شه که نتیجه چی خواهد. ایشون مخالف جنگ هستن برام. پس اینجور که من متوجه شدم شما نظرتون اینجوری هستش که اگر خب ترامپ بیاد سر کار احتمال این قضیه که سیاست قبلیشو دنبال بکنه اگه داشته باشه، آره اگر سیاست در مورد ایران سیاست دنبال بکنه اگر که برنده بشه و بشه رئیس جمهور، یه احتمال این گونه هست. در این حال شما رد نمی‌کنی احتمالو که اون چون آدم کاسب کاریه راحت هم بره پای این که مذاکره بکنه و یه چیز کنه، در اهل درگیری و جنگ نخواهد بود. این یه چیز است. ولی در این حال یه نکته که اینجا پیش میاد اینه که خب این دور دوم ریاست جمهوری ها معمولا با دور اول ریاست جمهوری ها فرق میکنه. دور اول ریاست جمهوری معمولا سعی میکنن کار خیلی عجیب غریب انجام ندن که بتونن دور دوم رأی بیارن. و ایشون اگه دور دومش رأی بیاره مثل خیلی از کسایی که پیشتر این کار رو انجام دادن میتونه دست به یه کارهایی بزنه که خب براش هم اهمیت نداره که حالا رأی بیاره رأی نه. یعنی که مثلا میتونه مسئله جنگ هم شاید مثلا مطرح بشه. حالا از چیز فرضیات در حد. ولی آقای بایدن اگر بیاد نظر شما چجوری؟ بایدن بیاد خودش گفته من به برجام برمیگردم. خب به برجام برگشتن یعنی چی؟ یعنی که میرن مسائل در همون چارچوب برجام حل خواهند کرد یا اینکه مسائل ابعاد دیگه‌ای داره غیر از سر برجام؟ ببینید به نظر من به یه چیز معتقدم، مذاکره. یعنی شما با دشمنانتون مذاکره می‌کنید نه با دوستانتون معمولا. و این من اینو با این نظر شخصی خودمه که ما بالاخره اینها بایستی با جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشه و یه چیزی هم توجه بکنیم، این واقعیت رو قبول کنیم که به هر حال دولت‌ها فکر منافع شخص منافع کشور خودشون هستن، نه به فکر منافع ایران لزوما. ممکنه بعضی وقت این منافع 100% با هم تضاد باشه. اونا دنبال فکر من و شما و ایران و ایرانیان نیستن، اونا به فکر خودشون هم. ولی به هر حال به نظر من موقعیت باید باشه که وارد گفتگو شین. شما همش صحبت نکنین. اینا الان مثلا فشار حداکثری که حالا البته من فکر نمی‌کنم سیاست آقای ترامپ باشه، بیشتر برنامه وزیر خارجه‌ش مایک پامپ چین هست. واقعا من نمی‌دونم که چقدر تاثیر گذاشته، چه میدونم وضع اقتصادی خراب شده، ریال و اینا خورده تو سرشون، ولی آیا واقعا این بیشتر چیزش فشارش روی دولت جمهوری اسلامی یا مردم؟ من سر تحریمام واقعا یه نظر دوگانه دارم که آیا خوبه بعد. یعنی برای معتقد هستم که تحریم های هوشمندی که معروف هست و خیلی مشخص یک افراد مشخص و نهادهای مشخص در نظر گرفته بشه تا یک تحریم عمومی شاید خوب باشه، ولی یک تحریم های عمومی که بیشتر به حال جمهوری اسلامی هم که رد میکنه تمام این مشکلات رو به مردم به جایی که خودش بخواد حلش کنه. اینا من مطمئن نیستم و واقعا میگم سیاستی آقای ترامپ نداشته در مورد ایران که بگیم سیاست بوده. برای من نمیدونم ادامه سیاستی که سوال میکنیم کدوم سیاست نداشته واقعیت. آقای بایدن چی فکر کنید که میگم بایدن برگرده خودش گفته میرم برجام، مسئله فقط برجامه یا اینکه برجامه؟ من فکر میکنم کوشش حالا به اصطلاح تفاوتی که داره حداقل بایدن وارد مشورت میشه با کشور اروپایی که رابطهشون برها بهتر و رفت آمدشون بیشتره با ایران. من نمیدونم که واقعا چقدر میتونن در شرایط مثلا حقوق بشری در ایران کمک بکنن، فشار روی دولت جمهوری بسنن،
ولی این امید هست به خاطر اینکه رفتارات هست شاید بتونن که تاثیرگذار باشن در امر وضعیت اسفناک حقوق بشر ایران، زندانیان سیاسی. در حال امید از اون لحاظ بیشتر تاریخی، شما اصلا صحبت نکنید فقط بشارد. بله خب یه چیز تاریخی هست در حقیقت شناخته شده است که بین جناح بازها و کبوترها در آمریکا، بین جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا، دموکرات‌ها بیشتر مسئله حقوق بشر یکی از مسائلشون بوده همیشه. و خب همون داستانی که کارتر هم در رابطه با ایران پیش اومد در مدت زمان شاه هم رو مسئله حقوق بشر تکیه کرد و یه همچیزایی. در حال جناح معمولا این چیزها دموکرات‌ها حقوق بشر بیشتر براشون مطرحه و خواهند اومد. این چیزی که توجه بکنیم به نظر من این گونه در این حال که برجام باز خواهد گشت، ولی مذاکرات فقط در حد برجام باقی نخواهد ماند. چون حتی اوباما هم زمانی که مذاکره کرد این برجام یک بود و که روحانی هم اومد بعد به آقا برجام دو و سه، چون واقعیت برجام این بود که بعد از اون گسترش پیدا کنه این سیاست، به اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه به خصوص و در مجموعه مسائل نسبت به اسرائیل و منطقه تغییر پیدا کنه. ولی خب خامنه‌ای در همین چیز ایستاد که ما فرج برجام فقط در همین چارچوب، بیشتر از اون اجازه نیست، همه برجام‌های دیگه اصلا برن کنار، هیچ افجان. خب اون یه زمانی بود این کار انجام دادن، ولی واقعیتش اینجوریه که این فشارهای حداکثری همونطور که شما هم گفتین مردم ایران رو نشانه گرفته. درسته اونا فکر کنن جمهوری اسلامی رو، ولی سیاست آقای ترامپ اینه که اینقدر مردم نارضایتی پیدا کنن که از نارضایتی بریزن تو خیابون، شورش بکنن، انقلاب بکنن، فلان. یه هم چیزی تحت در حقیقت برداشتش اینجوریه که خب این اولا به نظر من واقعی نیست، یعنی نمیشه گفت که واقعی نیست، میشه گفت حتی اگرم چیز درگیری شورش چیزی بشه، چیز در به نفع آقای ترامپ نخواهد بود، بلکه وضعیتی که در وضعیت ایران به هم می‌ریزه به نفع مردم ایران نخواهد بود. ولی آن چیزی که و از طرف دیگه این فشار حد اکثری نیروهای سرکوب و نیروهای خشن در ایران رو تقویت کرده، نه اینکه بخواد نیروی دموکراسی رو در ایران تقویت بکنه. مردم رو از پا انداخته، قدرت خرید مردم از بین رفته، الان با این کرونا و با این مجموعه مسائل بیکاری. این که خب در اصل سیاست اعتراض هم که شما میگی، اگه بس روی سیاست هم بذاریم، هرچی بذاریم، چیزی هستش که دودش بیشتر از همه به چشم مردم ایران رفته، به نفع دودش به چشم حکومت نرفته. آقای بایدن که بیاد، آقای بایدن به نظر من در این چارچوب فقط برجام باقی نخواهد موند. سیاست هایی که ترامپ در حقیقت همین فشار حد اکثری رو این نیست که یک شبه برداره، بیشتر اهل مذاکره خواهد بود. خب و امیدوارم من، یعنی چنین چیزی دارم که رهبران جمهوری اسلامی را یه مقداری چیز پیدا بکنن، خرد در حقیقت کشورداری بیشتر پیدا بکنن، مردم داری، کشورداری، فکر مردم مملکت باشن، فکر اصیل خودشون، و پای مذاکره بدن. پای مذاکره هم از سطح منطقی رو و سیاست درگیری و دشمن تراشی اینا رو باید گذاشت کنار، دشمنی رو باید گذاشت کنار و یه چنین چیزی رو پیش برد. حالا امیدوارم چنین چیزی پیش بره. بله، فقط من یه چیزی در مورد همین فشار حداکثری و اون صحبتی که کردین در مورد این که به اصطلاح امید دارن مثلا مردم به پا خیزن و قیام کنن و شورش کنن و انقلاب کنن، اینو من بیشتر فکر میکنم سیاستی نیست که بخشی از اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور، مجاهدین، پهلوی دنبال میکنن، که فکر میکنه یعنی به جای اینکه امیدشون به مردم ایران باشه، امیدشون جای دیگه است، امیدشون به کشورهای خارجی. و این من برای من 100% محکومه. یعنی این به نظر من سیاستی است بسیار خطرناک که شما امیدتون به یک نیروهای خارجی باشه که برن شما رو بیارن تو سر قدرت، و این از هر گونه برای من محکوم، قابل محکومه. و فکرم اونا هستن که بیشتر سر این مسئله می که با این توهم که آمریکا واقعا فشار داشته که شما رو بسازه سر کار، اون برای برنامه خودشه اگر هم این کاری بخواد بکنه اینا. و
بله بایدن هم من فکر کنم که فقط در سطح مسئله اتمی باقی نخواهد ماند. اگر چه فکر میکنم با توجه به این که عملا آمریکا و بیرون واقعا نمیدونم که حالا امکان بازگشت به این برنامه وجود داره یا نداره، چون از اون برم جمهوری اسلامی هم هیچ چیز میکنه که ما اصلا احتیاج نداریم، ما خودمون کارامون میکنیم. اینا راجع به سیاست خارجیش هم که اگه جمهوری اسلامی واقعا از اونجاها بیاد بیرون عملا شکست خورد، یعنی زندگی جمهوری اسلامی به خاطر همین حمایت از این گروه و اون گروه و توی مثلا لبنان و هم جاهای دیگه هستش، یعنی این عملا به نظر من میتونه باعث سقوطش هم بشه، البته نه فوری اینا، من هیچ فکر نمی کنم فردا جمهوری اسلامی میفته اینا، ولی تضعیف میشه. البته اگر که شما توجه بکنیم، اگر که نیروهایی که میخوان به این ترتیب اون سیاست عمق استراتژیک رو پیش ببرن و بخوان کشور گوشایی بکنن، امپراتوری درست کنن، آره باعث سیاست اون شکست اون سیاست خواهد شد. ولی که اگر که نه واقعا بخوان مردمداری بکنن چی بکنن، ممکنه اون سیاست ترمیم بشه، اصلاح بشه، حالا یا اصلاح یا تغییر بکنه، باید تغییر کنه. مردمداری رو شما باز اول از خودتون شروع کنید، از مملکت مردم خودتون شروع کنید بعد بزنید. درسته، دقیقاً. بله بله، خیلی ممنون. در هر حال ما آقای اقتداری هم متاسفانه نرسید به برنامه، ولی که ما تا همینجا دیگه وقتمون هم تموم شده. خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهدی امینی عزیز، تشکر میکنم از تلویزیون رنگی کمال و از فرشاد عزیز که مدیر فنی برنامه هستن و زحمت بسیار میکشن. شب شما بخیر.